متعاقب حمله بر پل کریمه بعد از ماه‌ها آرامش نسبی در پایتخت اوکراین، بامداد دوشنبه چندین انفجار کیف و شهرهای دیگر اوکراین را لرزاند. ارتش روسیه رگبار موشکی علیه شهرهای اوکراین پرتاب کرد. اینجا فیلمی را می‌بینیم که آنتون اراشچنکو، مشاور وزیر کشور اوکراین، به اشتراک گذاشته است و انفجاری را هنگام هدف قرار دادن پل عابر پیاده در صبح روز دوشنبه نشان می‌دهد. پوتین در شرح این عملات گفته است که این پاسخ به اقدام تروریستی اوکراینی ها است. دیروز الکساندر ایوانوویچ باستریکیان، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، اولین نتایج تحقیقات در مورد خرابکاری در پل کریمه را به من گزارش داد. حادثه 8 اکتبر یک اقدام تروریستی است، یک اقدام تروریستی با هدف از بین بردن زیرساخت‌های غیرنظامی مهم روسیه. همچنین بدیهی است که طراحان، سازمان دهندگان و عاملان این اقدام تروریستی سرویس‌های ویژه اوکراین هستند. اینجا کیف است. ساکنان در خیابان‌ها دیده می‌شوند که لباس‌ها و دست‌هایشان خون آلود شده است. دفاتر در برج‌های شیشه‌ای به شدت آسیب دیده و بیشتر پنجره‌های آبی رنگ آنها منفجر شدند. چندین خودرو نیز آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. این حمله شدید و چند ساعته نشانگر تشدید ناگهانی نظامی از سوی مسکو بود. روز دوشنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در میان حملات شدید موشکی روسیه به شهرها خطاب به ملت خود سخنرانی کرد و گفت که نیروهای برق در سراسر کشور و مردم هدف اصلی این حملات بودند و 24 نفر کشته و زخمی شدند. صبح سخت است. ما با تروریست‌ها سر کار داریم. ده ها موشک شاهد ساخت ایران و پهپاد جنگی. آنها دو هدف دارند. آنها به دنبال وحشت و هرج و مرج هستند. آنها میخواهند سیستم انرژی ما را نابود کنند. آنها ناامید هستند. هدف دوم مردم هستند. آنها عمدن چنین زمانی چنین اهدافی را انتخاب کردند تا هرچه بیشتر آسیب وارد کنند. اما ما اوکراینی هستیم. ما به هم کمک میکنیم. ما به خودمان ایمان داریم. ما هر چیزی که از بین رفته است را بازیابی میکنیم. اکنون ممکن است برق موقتی قطع شود، اما به گونه دائمی قطع نخواهد شد. به پیروزی یقین داریم. شهر خارکیف صبح روز دوشنبه بارها مورد حمله قرار گرفت. مردم به ایستگاه‌های متروی خارکیف پناه بردند. آنا راتچنکو، ساکن منطقه، روز دوشنبه در حال کار بود که صدای انفجار را شنید و با سرعت به ایستگاه متروی نزدیک رفت، جایی که ده ها نفر دیگر نیز در جستجوی سرپناه بودند. این برنامه ریزی شده است. پس از گلوله باران پل کریمه ما منتظر آن بودیم. این حمله شدید و چند ساعت نشان دهنده تشدید ناگهانی نظامی از سوی مسکو بود. مردم نگران هستند. من دوست دارم این موضوع هر چه زودتر تمام شود. این حوادث یک روز پس از آن اتفاق افتاد که پوتین انفجار روز شنبه در پل بزرگی که روسیه را به سرزمین الحاق شده کریمه متصل میکند، یک اقدام تروریستی خواند که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین سازماندهی شده است.